بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و خسته نباشید و روز خوش دارم خدمت شما عزیزان محترم. این جلسه با آموزش مفردات عین، غین، ف، قاف در خدمتتون هستیم. انشالله که از این برنامه هم استفاده میکنید. خب در ادامه مفردات میرسیم به حروف عین و غین. ابتدا من شکل نستعلیقی شو بهتون بگم. ما اولا که باید بدونیم که هر کجایی که نیاز باشه توی بحث تحلیلمون از شکل نستعلیقی حروف هم استفاده میکنیم، به مشکلی بر نمیخوره. بعد از اون که ما میخواییم یه خورده پیچیده ترش بکنیم، ببینید اینو این شکلی هم مینویسن، اینجوری هم مینویسن. یه خورده این کاسه داخل این یه خورده بلندتر، یعنی چالتر و بزرگتر هستش نسبت به نستعلیق. ابتدای حرف ببینید خیلی نازک، چون توی شکست تون نویسی بوده، بس حروف از یه جایی که قلم رو کاغذ گذاشته میشه این شکلی. ببینید من تکرارشو براتون ببینید، یک دو سه، یه خود بزرگ و اغراق شده براتون بنویسم که بدونید که چه شکلی هستش. هم این شکلی نوشته میشه. ببینید وقتی که شما میخواید یه کلمه رو تون بنویسید، از اینجا تون میاید دور میزنید این شکلی میشه، ولی خب این شکلی هم مینویسم. دقت فرمودید؟ این شکلی هم مینویسم. حالا من با قلم مینویسم که ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید ابتدا این شکلی میاد، اینجا نازک هستش. ببینید حرکت‌های فرعی، جایی که قلم مثلا تو هوا باید میومده رو کاغذ گیر میکرده، نازک، و حرکت‌های بعدی به این شکل میاد و دور میزنید. این هم مثل همون ه و جیمی که اول آموزشمون خدمت رو عرض کردم، این شکلی شکلی تخم مرغی هستش که تو این زاویه قرار گرفته و اینقدرش بالای خط هست. ببینید اینجا میاد این شکلی، اینجا میاد، از اینجا که رسیدیم ما بنزی یه نقطه از این جدا شد، دایره رو بهش اضافه میکنیم. داخل این تقریبا لحاظ تناسبی سه نقطه اگه بالا باشه، سه نقطه هم از چپ و راست هست، تقریبا یه مربعی رو در نظر بگیریم، داخل یک مربع جا میگیره. فارغ از این که خدمتتون عرض کنم این غین مثل هم هستش، ما شکل کوچیک این حروف هم من تصمیم دارم تو کلمات دو حرفی براتون بنویسم. دو حرفی و سه حرفی میخوایم بنویسیم، تو اون وصلا بهتون توضیح میدم که چه شکلی میشه. مثلا عین تک مثلا میخواد به حروفی بچسبه این شکلی داریم، اگه وسط بیفته این شکلی داریم، و حتی ما بعضی جاها استثنا من اینجا که کلمه ای رو بنویسم، مثلا مثل کلمه شم که ما مینویسیم تو خط شکسته، اینجا رو هم حذفش میکنن. این ببینید اینجا رو حذفش میکنن. ما تو نستعلیق که میخوایم بنویسیم این شکلی میاییم و این عینو کامل به وضوح میذاریم دیگه، درسته؟ ولی خب توی شکسته چه اتفاق میفته؟ خاطر تون نویسیه این شکلی میومدن. و حالا ما اینا رو توضیحات رو توی دو حرفی سه حرفی باید میدادیم، ولی خب خواستم بگم که چشمتون آشنا باشه این شکلم داره. این و غین مثل هم میمونه و
یه جاهایی حتی شده که دایره زیرش هم ننوشتن، همینجا اینجا رهاش کردن، یه نقطه گذاشتن مثلا اون قیه هستش. حالا میگم کجاها، یه دیگه ادامه ندادن، مثلا کلماتی که بعدن توضیح خواهم داد خدمتتون. بعد از این حرف ما حرف چیو داریم؟ فو داریم. ف تقریبا مثل حرف ب میمونه، با این تفاوت که ابتداش این زائده واو مانند رو داره. ف این شکلیه و مثل همون حرف ب بلند و کوتاه. حتی این ف هم این شکلی هم داریم که مثل به انتهای تعلیقی چسبیده، که بیشتر ما این سه تا حرکت رو داریم. حالا من اینجا کاغذ میارم پایین، اینجا توضیح میدم خدمتتون یه بار دیگه. ف ببینید این شکلی، ف کوتاه داریم، در حد دو نقطه هم حتی هست. ببینید دوستان، ابتدایش همین دو رو داره مثل نستعلیق، بعد از اون دیگه این شکل رو میتونید بهش بدید. خط شکسته خیلی شیرین و خیلی متنوع هستش، فقط باید علاقمند باشید و وقت بذارید و تمرین بکنید. من پر بکنم که ببینید چه شکلی میشه. خب یه گردنه ای داره که من اینو با خط قلمی باز توضیح میدم. بزرگش رو می نویسم که ببینید اینجا، ببینید این گردنه رو داره. بعد از این دیگه میتونه به کوتاهش وصل بشه. ببینید گردنه رو من یه خورده فاصله دار گذاشتم که براتون اقراق بشه، ببینید چه اتفاق میفته. یعنی اینقدر فاصله نداره، این شکلیه. خب رو به جلو نگاه میکنه، سرش به سمت بالا هستش و ف این شکلی نوشته میشه. ببینید یه بار دیگه با ب تعلیقی بنویسیم. این شکلی می‌نویسم، مثل بی که بچه‌ها داشتیم، این شکلی میمد بالا، انتهاش مثل نون جمع بود، درسته؟ این نون جمع هستش که آخر براتون توضیح میدم. فعلا به نون نرسیدیم، ولی خب مجبور هستیم به خاطر اینکه اینجا توضیحاتش رو میخوایم بگیم، باید اینو بدونیم، اطلاع داشته باشیم. پس ف هم یه مدل بزرگش هم براتون بنویسم بالا روی خط زمینه. اینم ب بلند هستش. ما داریم بی که تخت هم باشه مثل بی نستعلیقی، بله، فقط دیگه بالا نمیره. ببینید اینجا مثل نستعلیق که اون ف دیگه بالا نمیره، اینجا هم شکلی هست. معمولا کاربردیاش اینا هستش و اینا هستش و یه خود زاویه دارتر هم بعضی وقتا نوشته میشه. این سطرمون باشه. این هم از ف بلند هستش. حرف بعدی و هم خانواده ف حرف قاف هست. این اگه خط زمینمون باشه. دوستان ملاحظه بفرمایید، من به خاطر اینکه یه خورده محدودیت صفحه دارم بعضی وقت بالا پایین می‌نویسم، ولی خب جای خط باز مشخص می‌کنم. مثلا فکر نکنید این تو بالا نوشتیم خط زمین است، اینجا اصلا خط زمینش هم مشخص کردم. ببینید این قاف نستعلیقی هست، تقریبا مثل نستعلیق نوشته میشه. خیلی شکل و شمایلش به نستعلیق نزدیک هستش، با این تفاوت که توی شکسته خدمتتون عرض کردم ناز و کرشمه خط شکسته بیشتر از نستعلیقه. نستعلیق رو اگر یه مرد در نظر بگیریم که شخصیت قوی و محکمی داره، شکسته بیشتر زیبایی داره، مثل یه بانو میمونه، ظرافت داره. حالا من از اصطلاحات مختلف استفاده نمی کنم. ببینید این هم قافی هستش که با انتهای جمع نوشته میشه. ببینید همون بحثی که تو
توی حروف دیگه گفتم مثل نون جمع میمونه. یادمون باشه اون دایره هایی که تو نستعلیق بوده اینجا به دو شکل، هم دایره و هم کوتاه، نون دایره کوتاه. همونجور که این نون تو نستعلیق شکل گردش به ف و حروف دیگه میچسبه گرد هستش، تو اینجا چون شکل دومی هم داره تو قاف و حروف دیگه که مثلا میخواد شکل دایره ای بچسبه، به این شکل میتونه کوتاه نوشته بشه و جایگاهش هم رو خط همینه. حالا تو خالیه یا تو پوره من اینجا براتون توضیح بدم یه بار دیگه. ببینید اینی که تک هستش تو پر هستش. خب حالا جاهای دیگه که مثلا وسط میفته مثل کلمه مثلا حقیقت رو بنویسم، اینجا تو خالی میشه. حالا چرا دومی رو من تو پر نوشتم؟ خواستم بگم که تو پرم میتونه باشه، برخلاف نستعلیق که حتما باید تو خالی باشه. تو شکسته ببینید کلمه حقیقت رو من براتون با به تو پر نوشتم که بدونید که حتی به وسط هم میتونه تو پر نوشته بشه. ببینید شکسته یکی از همون علتهای پیدایشش سهل نویسی، تون نویسی بوده. به جزئیات مثلا چیزی که زمان بر بوده نمیخواستن خیلی بپردازن و به خاطر همین اگه مثلا میخواستن بیان تو خالی بنویسن شاید خود زمانشو میمرده. به همین خاطر ببینید این شکلی مثلا کلمه حقیقت. قاف یه مدل دیگه هم داره، مدل سومش چه شکلیه؟ قاف بلند هستش، مثل نون بلند که بعدها خدمتتون عرض خواهم کرد. اینا بزرگش هم با خط قلمی بنویسیم ببینیم چه اتفاق میفته. ببینید کردنش رو ایجاد میکنیم مثل ف، بعد کشیده کجای خط قرار میگیره؟ روی خط قرار میگیره. اینجا هم به اندازه صفر کوچیک تا میخواد از خط جدا بشه گرههاش میکنیم و سرش میبندیم. از اینجا هم اگه خط بکشیم داخل این باید یک نقطه باشه. بازم براتون مینویسم ببینید چه اتفاقی میفته. داخلش این شکل روی خط زمینه هستش و ابتداش هم ببینید اگر این قاف باشه بزرگش رو می‌بینید. ببینید شروعش اگه این خط صاف باشه این همه انحنا داره به سمت داخل این شکلیه. این دقیقا خود نون هست، حرف نون که بعد میرسیم بهش. من قافش رو براتون اینجوری کردم که بدونید چه جوری شده. پس یه بار دیگه مرور می‌کنیم درس های این جلسه رو. از بالا خدمتتون عرض کردم این شکلی بود که گفتیم و حالت تخم مرغی بودن و دایره بودن اینا خدمتتون عرض کردیم. گفتیم عین کوچیک مثل چی میمونه؟ این شکلی. عین وسط و عین آخر که گفتیم بعضی وقتا این حرکت بالا و این سرش حذف میشه و خیلی راحت با یه دور این عین خونده میشه. بعد از اینکه اینا رو مرور کردیم به حرف ف رسیدیم. حرف ف که عرض کردیم سه نوع داره، کوتاه، متوسط و بلند. و اینجا هم که توضیح کاملش رو دادیم گفتیم که ف گردنه این شکلی داره. دوستان عزیز باید بدونید که با تکرار و تمرین هر چیزی تداعی میشه و تا وقتی که شما ننویسید و تمرین نکنید با دیدن خالی فایده نداره. باید به این قدری بنویسید و اگر به اشکالاتی برخوردید این مشقا رو مرور بکنید. انشاءالله که به خوبی خوب یاد میگیرید. بعدش عرض کردم خدمتتون فعل تعلیقی داریم که به این شکل هستش، انتهاش مثل نون میموند. نونه کوتاه خدمتون عرض کردم که این
اینا این شکلش انتهای این تعلیقی مثل نونه کوتاه میمونه، این اتفاقی که تو ب هم افتاده بود. بعد از ف ما قاف رو داریم و قاف سه نوعش رو براتون توضیح دادیم که حالت نستعلیقیش گرد هستش و این قسمتش روی خط زمینه هستش و دایره زیر خط زمینه و انتها هم به این شکل. قاف این حالت نون جمعش هم که میبینیم و خدمت رو عرض بکنم که این قاف رو به این شکل نوشتیم و قاف وسط هم براتون توضیح دادم که باید مثل نستعلیق اگه بخواییم بنویسیم تو خالی بنویسیم، ولی خب یه مدلش هم براتون تو پر نوشتم که هر دو نوعش نوشته میشه و اگر نوشتیم یا دوتاشو باید تو پر بنویسیم و دوتاشو تو خالی بنویسیم. به هر حال یه سری جاها خارج از بحث قواعد شما باید حس زیباشناسی استفاده از حروف هم داشته باشید، کجا چه شکلیشو استفاده بکنید که زیباتر بشه. بعد از قاف، بعد از این شکلش قاف بلند رو توضیح دادیم خدمتتون که به این شکل مثل قافی که به نون چسبیده باشه بلند هستش و داخلش یه نقطه جا میشه. دیگه توضیحی تو این زمینه نداریم. یک بار دیگه من اینو می‌نویسم براتون. خب خسته نباشید، امیدوارم از این قسمت برنامه هم استفاده کرده باشید. با شما خداحافظی میکنم و تا جلسه آینده انشالله شاد و پیروز باشید.